هیچ وقت هیچ وقت شیخان میفهمه کاری که بوده اگه باید میداشته باشه. من ازت گذشت میکنم ولی تو چیزی باید راستشو بگی، مثل مرجع بود. شده در سال 93 که حتی کارگردان آن در نشست معرفی فیلم خود از توضیح درباره اش خودداری کرد. سنت ستیزی و مذهب ستیزی حرف اصلی این فیلم هست. روزی که این فیلم پرحاشیه برای منتقدان سینما و اهالی رسانه اکران شد، بسیاری را متعجب کرد که چگونه چون این فیلمی با مجوز وزارت ارشاد ساخته و به جشنواره معرفی شده. باید یه فکر جدی برای سینما انجام بشه. چیزی که برای مخاطب به نمایش می‌گذاره خانه تلخ، تباه، سیاه و ناامید کننده و پر از مرگ. در همون روزهای جشنواره و بعد از واکنش‌های منفی به این فیلم، برگزار کنندگان جشنواره حذف بی‌سروصدای فیلم از بخش مسابقه رو در دستور قرار دادن و ظاهراً پایانی شد بر انتقادات. خب اعتراض نمایندگان به این بود که انتظاری دارن از وزارت ارشاد در جهت تحکیم بنیان خانواده، احترام به مخاطبین، فیلم ما هم باید در همین راستا بیاد. خب من فکر میکنم از همه مسائل که گذشته به بسیاری از مردم ما توهین شده بود. احتمالاً کسی تصور نمیکرد با گذشت تنها یک ماه از سال 94 زمزمه های اکران این فیلم هنجارشکن و منافی عفت شنیده شود. کارگردان فیلم گفته چیزی حدود 40 ثانیه از فیلم را اصلاح کرده. چیزی که وارد تار و پود یا شیمی فیلم میشه به این راحتی با اصلاحات در واقع ممیزگونه 30-40 ثانیه نمیشه در واقع از فیلم بیرون کشید. شنیده های دیگر هم از تحریم این فیلم توسط سینماهای حوزه هنری و سینماهای شهرداری حکایت دارد. من بابا کاری هیچ نمیدونم. واقعیتش اینه آقای ایوبی هر چی بگن ما گوش میکنیم. ما اجازه نخواهیم داد آثاری عرضه بشه و فیلم هایی بخواد بیاد در صحنه سینما که خدای نکرده باعث نگرانی و تشویش خاطر مردم و باعث نگاه های منفی باشه. حتما ما رعایت میکنیم و اون فیلم هایی هم که الان بحثشه هنوز مجوز نهایی رو برای اکران نگرفته، فعلا دستور اکران نخواهد داشت. اما میماند چند سوال که چرا از ابتدا فیلمنامه چنین اثری تایید میشود و پروانه ساخت میگیرد و بعد از آن پروانه نمایش دریافت شده در سال 93 که حتی کارگردان آن در نشست معرفی فیلم خود از توضیح درباره اش خودداری کرد. سنت ستیزی و مذهب ستیزی حرف اصلی این فیلم هست. روزی که این فیلم پرحاشیه برای منتقدان سینما و اهالی رسانه اکران شد، بسیاری را متعجب کرد که چگونه چون این فیلمی با مجوز وزارت ارشاد ساخته و به جشنواره معرفی شده. باید یه فکر جدی برای سینما انجام بشه. چیزی که برای مخاطب به نمایش میگذاره خانه تلخ، تباه، سیاه و ناامید کننده و پر از مرگ. در همون روزهای جشنواره و بعد از واکنش‌های منفی به این فیلم، برگزار کنندگان جشنواره حذف بی‌سروصدای فیلم از بخش مسابقه رو در دستور قرار دادن و ظاهراً پایانی شد بر انتقادات. خب اعتراض نمایندگان به این بود که انتظاری دارن از وزارت ارشاد در جهت تحکیم بنیان خانواده، احترام به مخاطبین، فیلم ما هم باید در همین راستا بیاد. خب من فکر میکنم از همه مسائل که گذشته به بسیاری از مردم ما توهین شده بود. احتمالاً کسی تصور نمیکرد با گذشت تنها یک ماه از سال 94 زمزمه های اکران این فیلم هنجارشکن و منافی عفت شنیده شود. کارگردان فیلم گفته چیزی حدود 40 ثانیه از فیلم را اصلاح کرده. چیزی که وارد تار و پود یا شیمی فیلم میشه به این راحتی با اصلاحات در واقع ممیزگونه 30-40 ثانیه نمیشه در واقع از فیلم بیرون کشید. شنیده های دیگر هم از تحریم این فیلم توسط سینماهای حوزه هنری و سینماهای شهرداری حکایت دارد. من بابا کاری هیچ نمیدونم. واقعیتش اینه آقای ایوبی هر چی بگن ما گوش میکنیم. ما اجازه نخواهیم داد آثاری عرضه بشه و فیلم هایی بخواد بیاد در صحنه سینما که خدای نکرده باعث نگرانی و تشویش خاطر مردم و باعث نگاه های منفی باشه. حتما ما رعایت میکنیم و اون فیلم هایی هم که الان بحثشه هنوز مجوز نهایی رو برای اکران نگرفته فعلا دستور اکران نخواهد داشت. اما میماند چند سوال که چرا از ابتدا فیلمنامه چنین اثری تایید میشود و پروانه ساخت میگیرد و بعد از آن پروانه نمایش دریافت میکند.